به نام یاد خداوند متحال و با تقدیم سلام حضور تک تک شما شاگردان نهایت عزیز و ارجمند امیدوار هستم همه تان لباس آفیت و صحت برتن داشته و در مقابل منتظر درس های جدید تان باشیم شاگردک های خوبم امروز باز با یک موضوع جدید در خدمت شما قرار داریم و یعنی درس جدید از مضمون ریاضی سنف شما با هم دیگر شاگردک های عزیز قسم که گفتم درس ما مضمون ریاضی هست سنف, سنف ششم موضوع ما قابلیت تقسیم بر عدد 9 و ده که ما درس ششم کتابتان میشه صفحه کتاب صفحه افتم و مدرستان فرشته سلطانی قابلیت تقسیم بر نو چی است؟ قابلیت تقسیم بر نو با هم میخوانیم کدام عداد بر نو پوره قابل تقسیم است؟ عداد بر نو پوره قابل تقسیم است که مجموعه یعنی اصل جمع ارقام آن بالای نو پوره قابل تقسیم باشند بله شاگردای عزیز میفهمم که چه رقم سوال در ذهنتان خطور میکنه شما شاید با خود بگویین که ما خو امی قسم قابلیت تقسیم بر سه را هم داشتیم که اگر مجموعه اعداد اصل جمع ارقام با سه پوره تقسیم میشد پس خود عدد هم بر سه پوره تقسیم میشد بله شاگردای عزیز قابلیت تقسیم بر نو هم امو قسم است یعنی هر عددی را که ارقام هایش با هم جمع بکنی اصل جمعشان بالای نو تقسیم پوره تقسیم شوه خود عدد بر نو پوره تقسیم میشه بیاین ببینیم بالای مثال چه رقم مثال هول میگه عدد 8199 را در نظر گرفته و به اثبات میرسانیم که بالای نو پوره قابل تقسیم است یا خیر شاگردکای خوبم ببینین من عدد 899 8199 را چی میکنم؟ کنم؟ می نویسم حالا گفتیم اگر مجموعه ارقامشان یعنی چی؟ یعنی دانه دانه مرتبه ها را با هم دیگر جمع می کنیم چه رقم؟ که 8 جمع 1 جمع 9 جمع 9 مساوی به چند میشه بعد از او باز می که آیا قابلیت تقسیم بر نو را داره یعنی نی؟ حالا ببینین 8 جمع 1 9 9 جمع 9 18 18 جمع 9 مساوی میشه با 27 شاگردای عزیز شما میفهمین که 27 عدد هست که پوره بالای 9 قابلیت تقسیم و دارا میباشه پس ما نوشته کرده میتونیم که عدد 8199 ما بالای عدد 9 پوره قابل تقسیم است جواب سوال ما امی شد آلا میریم به مثال بعدی شاگردای خوبم تا که شما خوبتر و بهتر بیاموزین اینجا ببینین گفته آیا عدد 348 بالای عدد 9 بوره قابل تقسیم هست یا خیر باز با نوشتن عدد 348 ببینیم مجموعه ارقام پیدا می کنیم و می که بالای نو قابل تقسیم است یعنی سه جمع چهار جمع اشت شاگردک های خوبم سه را که با چهار جمع کنیم مساوی به چند میشه هفت میشه هفت که با هشت جمع بکنیم مساوی به پانزده میشه و شاگردای خوبم شما دیدین که پانزده قابلیت تقسیم بر نو نور دارا نیست پس می نویسیم که عدد 348 قابلیت تقسیم بالای نو را ندارد دیدین شاگردای عزیز چقدر ساده و آسان بود قابلیت تقسیم بر نو و ما پیدا کردیم که آیا اعداد قابلیت تقسیم بر نو را دارند یا ندارند حالا بیاین ببینیم به فعالیت کتابتان شاگردای خوبم اینجا یک فعالیت است از ما و شما خواسته که از اعداد زیل آن عدادی را که بر نو قابل تقسیم باشند و آن عدادی که بر نو قابل تقسیم نباشند و طور علایده بنویسید علایده چی مانا یعنی جدا کنین خوب شاگردکای عزیز حالا بیاین که فعالیت را که در همین صفحه کتابتان در قابلیت تقسیم برنامه شده شده با همدیگر یک جا کار کنیم شاگردهای عزیز در فعالیت از ما چی خواستن؟ گفته شده در عداد زیل آن عدادی که بر نوع قابل تقسیم باشند و آن عدادی که بر نوع قابل تقسیم نباشند به طور علایده بنویسین علایده چی مونا؟ یعنی جدا جدا خب شاگردکای خوبم آلو بیاین که اعداد با هم دیگر چی کنیم تمرین کنیم که کدام اعداد قابلیت تقسیم داره کدامشان نداره فرض کنیم عدد 495 اگر ما 495 با هم دیگر ارقام با هم جمع کنیم چند میشه 4 جمع 9 میشه 13 13 جمع 5 مساوی میشه با 18 شاگردکای خوبم شما میفهمین که قابلیت تقسیم بر 9 18 بالای 9 چی است پوره قابل تقسیم است پس 495 قابلیت تقسیم بر نور چی کرد؟ پیدا کرد. اما قسم میاییم اعداد 504 رو میبینیم. 5 جمع 0 5 5 جمع 4 9 پس حاصل جمع چند شد؟ عدد 9 شد و عدد 9 بر 9 چی است؟ پوره قابل تقسیم است. اما قسم بیاییم ببینیم عدد 3 عدد 3 و 2 جمع 1 3 3 جمع 3 6 پس عدد 6 چی است؟ بر 9 پوره قابل تقسیم نیست. ما میخواییم با یک رنگ متفاوت چی کنم؟ با ایره در یک مربع بنویسم و خاطر از اینکه شاگردای عزیز اعدادی که در دایره ها نوشته شده ای اعداد چی است قابل تقسیم بر نور دارن و اعدادی که در مربع ها می نویسم با رنگ گلابی ای اعداد اعداد هستند که قابلیت تقسیم بر نور ندارن حالا بیاین ببینیم عدد 1809 قابلیت تقسیم بر نور داره یک جمع هشت نو، نو جمع صفر نو، نو جمع نو مساوی میشه به بله شاگردای پس ای عدد هم قابلیت تقسیم بر نو را داره عدد 207 دو, دو جمع سفر دو دو جمع هفت نو و نو بر نو پوره تقسیم میشه عدد دیگه 516 هست ببینین 5 جمع 1 6 جج 6 جمع 6 12 و عدد 12 عدد هست که بر نو پوره قابل تقسیم نمی باشه شاگردکا آلا ببینین عدد 1 جمع 0 1 1 جمع 5 6 پس عدد 105 هم قابلیت تقسیم بر نو را دارانه است بیاین به عدد 923 را ببینیم 2 3 5 پنج نو میشه چارده شاگرد خوب ما یا چهارده بر نو پا تقسیم هست نه خیر حاصل جمع عدد شد که بر نو پوره قابل تقسیم نیست عدد 727 می بینیم شاگرد های خوبم ببینین عدد 27 727 چند میشه 7 جمع دو مساوی به 19 ببخشید 7 جمع دو مساوی به نو 9. 9 جمع 7 مساوی است به 16 و 16 قابلیت تقسیم بر 9 دارا نیست به عدد 563 بنگرین 563 عدد 5 جمع 6 11 11 جمع 3 مساوی به چند میشه؟ مساوی به 14 پس این عدد هم قابلیت تقسیم بر نور دارا نیست حالا میاییم به عدد 1.8909 را میبینیم که قابلیت تقسیم بر نور داره یعنی 1 جمع 8 میشه 9 9 جمع 9 مساوی به 18 18 جمع 0 مساوی به 18 و 18 جمع 9 مساوی است به 27 حالا دیدین شکرده عزیز که این عدد بر 9 قابل تقسیم هست همه قسم به عدد بعدی بینگرین 435 است شاگرده خوبم 4 جمع سه 7 هفت. هفت جمع 5 مساوی به چند میشه؟ دوازده میشه پس دوازده بر 9 پوره قابل تقسیم نیست عدد 1809 ببینین یک جمع هشت نو نو جمع صفر نو و نو جمع نو مساوی به چند میشه؟ اجده میشه که قابلیت تقسیم بر نو را دارا است. خب شاگردای عزیز شما دیدین از مجموع عدادی که بر ما داده شده بود در بینشان فقط شش عدد موجود بود که قابلیت تقسیم بر نو را دارا بود و متباقی قابلیت تقسیم بر نو نداشتند. امیدوار که آموخته باشین شاگردکای خوبم. الی میاییم ما و شما قابلیت تقسیم بر در می قابلیت تقسیم بر نور خاندیم یاد گرفتیم قابلیت تقسیم بر ده چی میگه؟ میگه هر عددی که رقم مرتبه یک های آن صفر باشه به عدد ده پوره قابل تقسیم است ببینین چقدر آسان چقدر ساده هر عددی که رقم یک صفر باشه و ما بسیار زود میتونیم پیدا بکنیم مسئله عداد دوستد ده و بیست، عدد سی چون رقم های اول یا یک های تمام از این اعداد ما که چی است صفر است پس عدد برده بر ده پورا قابل تقسیم می باشد برین بیان ببینیم به فعالیتی که اینجا داده شده ببینیم که گفته سوال های زل را شفایی جواب بدهین یعنی از سوال هایی که داده شده به صورت شفایی چی میکنیم؟ میگیم که آیا به قابلیت های تقسیم که داده شده قابل تقسیم هستند یعنی عدد اول 45 از شاگردک خوبم ببینید. ببینیم 45 گفته قابل تقسیم بر 5 هست یا ولی شاگردای عزیز 45 قابل تقسیم بر 5 هست او هم چند مرتبه؟ 9 مرتبه سوال دومه ببینین 99 قابل تقسیم بر 9 هست ببینین اگر 9 را با 9 جمع کنیم چند میشه؟ 18 میشه پس 18 قابل تقسیم بر 9 هست و 99 قابل تقسیم بر 9 11 مرتبه 99 تقسیم بر 3 شاگردای عزیز 9 جمع 9 مساوی به 18 میشه و 18 قابل تقسیم بر 3 هست اما قسم عدد 90 گفته که قابل تقسیم بر ده می باشه یعنی ما گفتیم که هر عددی که رقم یک هاش صفر باشه بر ده پوره قابل تقسیم است پس عدد 90 هم بر ده پوره قابل تقسیم است شاگردک های خوب مدد 45 بالای 9 پوره تقسیم میشه بله چرا چون اگر ما ارقام جمع کنیم که 5 جمع 4 9 شوه 9 تقسیم 9 مساوی به چی میشه مساوی به چار جمع پنج مساوی به نو و نو بالای نو یک مرتبه قابل تقسیم است و سی عدد ما هم بر نو پوره قابل تقسیم است. عدد ست رقم یک هاش صفر است و قابلیت تقسیم بر در دارا می باشد. عدد افتاد دو بالای اشت پوره قابل تقسیم هست؟ شاگردای خوبم بله چون ما اگر نو مرتبه هشت ضرب بکنیم بر ما چند میته؟ افتاد و میته. آیا افتاد دو قابلیت تقسیم بر نو را داره؟ بله شاگردای عزیز افت که جمع دو کنیم مساوی به چند میشه؟ مساوی به نو میشه پس افت جمع دو نو بالای نو پوره قابل تقسیم است. عدد پانزه رقم یک هاش پنج است پس پنج بالای پنجی میشه؟ پوره قابل تقسیم است. عدد سی بالای نو اگر شش با سی جمع بکنیم نو و نو بالای 9 پوره قابل تقسیم است عدد 56 بالای 8 بله 7 مرتبه بالای 8 پوره قابل تقسیم است عدد 81 اگر 8 جمع 1 کنیم مساوی به 9 و 9 بالای 9 پوره قابل تقسیم است عدد 15 اگر 1 جمع 3 5 کنیم اگر 1 جمع 5 کنیم مساوی به 6 و 6 بالای 3 پوره قابل تقسیم است عدد 63 بالای 7 ببینید اگر 3 را حذف کنیم دو چند بسازیم و از 6 کم کنیم قابلیت تقسیم هر افت داره نخیر این مرتب ای ای شرایط ما انجام داده نمیتونیم چرا که اعداد ما عدد چی است دو رقمی هست و خودش 63 در در, 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 در عملیات ضرب زبانی افت موجود می باشه پس 63 بر 7 پوره قابل تقسیم است عدد 60 رقم یک هایش صفر است برده پوره قابل تقسیم است عدد 70 همچنان رقم یک هایش صفر و برده پوره قابل تقسیم است عدد 16 بر 4 پورا قابل تقسیم است چون رقم یک هاش جفت رقم ده هاش تاق است و شرایط سر کده می تانه شاگردای عزیز دیدن که فعالیتان به صورت شفایی مون انجام داده تانسته ایم. کار خانگی تان شاگردکای خوب می است که سه حدد را که بالای نو پورا قابل تقسیم باشه در کتابچه های تان خودتان تنظیم کرده و بنویسین یعنی سه عدد را بنویسین که بر نو پورا قابل تقسیم باشه ای بود درس امروز ما با درس تا درس آینده شما را بازم به یزدان الهی می خدا نگهدارتان